تفریق قدر مخلوط. طبق معمول برای تفریقم اولین کاری که میکنیم مخرج مشترک و قسمت های کسری از هم کم میشه، قسمت های مخلوط هم یا قسمت های صحیح هم از هم کم میشه. خب بریم سراغ تذکری که دادم بهتون. تذکر من چی بود؟ گفتم اگر کسر اول کوچیک‌تر بود باید یکی از واحدها رو باز کنیم. اینو بعد توی یه مثال ببینیم. توی مثال بعدی 5 تا تفریق میخوام به شما بدم که تمام مدل‌های تفریق رو آورده باشم و هیچ مدل دیگه جا نمونده باشه. بریم سراغ مثال بعدی. الف ب جیم دال ه. امیدوارم بعد از این 5 مرحله به صورت کاملا حرفه‌ای جمع و تفریق رو یاد گرفته باشید. خب از ساده شروع کردم. 12 و 5/6 منهای 8. خب بریم سراغ حلش. موافقید شما؟ میریم سراغ حلش. خب 12 و 5/6 منهای 8. من میخوام از 12 و 5/6 8 واحد رو بردارم. 12 واحد کامل و 5/6 8 واحد رو میخوام بردارم. خب 8 واحد در قسمت 12 باید کم شه. این ساده ترین نوع تفریق عدد مخلوطه. 12 منهای 8 میشه 4 و این 5/6 که باقی میمونه 4 و 5/6. این ساده ترینش بود. بریم سراغ مثال بعدی. پس وقتی که عدد مخلوط رو منهای عدد صحیح میکنیم فقط باید قسمت های صحیح رو از هم کم بکنیم و کسر رو بنویسیم. در یک مرحله قابل حله. بسیار ساده است. خب بریم سراغ مثال بعدی. 25 و 3/4 منهای 7 و 1/8. 25 و 3/4 منهای 7 و 1/8. اولین کار ما چی بود بچه ها؟ یکم فکر کنید. پس مهمه چی بود؟ مخرج مشترک. آفرین، خیلی خوب بود. مخرج مشترک میگیریم. 25 جز 3/4 7 و 1/8. به این 8 میخوام مخرج مشترک بگیرم. 8 کی؟ 8 به 4 میخوره؟ به 4 میخوره یا نه؟ بله. خیلی ساده بود مخرج مشترکش. به 4 هم میخوره. یعنی اینو دو برابر میکنم، اینو دو برابر میکنم. 25 و 6/8 7 و 1/8. به سادگی مخرج مشترک گرفتم. خیلی راحت میتونم الان دیگه حاصلمو به دست بیارم. 25 منهای 7 18، 6 منهای 1 5. پس جواب 18 و 5/8. اینم از جواب این قسمت. دید چقدر ساده بود؟ بریم بعدی. خب میریم به سراغ بعدیش. کس بعدی 14 منهای 3 و 5. اینو تو رسم شکلا یه سوالی داشتیم توی فیلم مربوط جمع و تفریق اعداد مخلوط به وسیله رسم و شکل. اومدش یه مثالی داشت، نوشته بود 4 منهای 1 و 2/5. 4 تا مستطیل کشیدم، اومدم روی یکی از مستطیلام یه ضرب در زدم، یکی از مستطیلام رو باز کردم 5 قسمتش کردم، رو دو تاش ضرب در زدم. اینجا هم همینه. من میخوام بیام یکی از این 14 واحدم رو باز کنم. یک واحدم رو که باز میکنم بشه 6 قسمت. خب این 14 من میشه 13 و 6/6 منهای عدد اون که 3 و 5/6 میمونه. خب پس 13 و 6/6 منهای 3 و 5/6. حالا فقط کافی باید هم کم بکنیم. 13 منهای 3 10، 6 منهای 5 1 10 و 1/6. به همین سادگی. و اما دو مثال آخری که نکات ریزی دارن و باید خیلی حواستون توش جمع کنید که اشتباه نکنید. خیلی از دانش آموزای گل من، خیلی از دختر خانم‌ها یا آقا پسرای گل تو این دو تا مثال اشتباه میکنن. این دو تا مثال آخری از مهمترین مثال‌های تفریق است. پس خیلی حواستون جمع باشه. اگه خسته اید فیلمو نگه دارید اینجا و بعد از این خستگیتون در رفع ادامه فیلمو ببینید. خب بریم سراغ دو تا مثال آخر که بسیار مهمه. دال 15 و 1/6 4 و 5. تا اینجا که چیز خاصی به نظر نمیاد، به نظر نمیاد خیلی سخت باشه. میخوره که مثل قبلی ها باشه. یه مخرج مشترک ساده داره، انجام میدم. خب 9 1 که 9 تا به 6 میخوره؟ نه. 9 2 تا 18 تا به 6 میخوره؟ بله.
پس مخرج مشترک من میشه 18، یعنی 6 رو 3 برابر میکنم 9 و 2 برابر میشه 15 و 3 18 هم منهای 2 برابر بشه میشه 4 و 10 18 هم. مشکل ماجرا اینجا شروع میشه. میدید خیلی از بچه های گل من چی کار میکنن؟ حواسشون نیست، میگه 15 منهای 4 میشه 11، بچه میگه 10 منهای 3، ولی دقت کنید 3 منهای 10. شما حق ندارید از 3 تا 10 تا کم بکنید. بچه ها یادتون باشه به هیچ وجه از 3 تا 10 تا کم نمی کنیم. حتما باید از اول عدد اول تفریقمون بزرگتر باشه، یادتون نره، حتما باید عدد اول بزرگتر باشه. خب حالا چجوری عدد اول رو بزرگتر کنیم؟ ببینید بچه ها، من میخوام یکی از واحدامو باز کنم، یعنی این 15 رو میخوام بکنم 14، ولی این یه واحد من که باز میشه چند قسمت؟ با توجه به مخرج من یه واحد من که باز میشه 18 قسمت. خب یعنی یه واحد هم باز میکنم میشه 14 و 21 جام. چرا 21؟ من 3 تا قسمت که داشتم 18 قسمت هم اومد روی 3 قسمت هم میشه 21 18 هم منهای 4 و 10 جام. 4 منهای 4 10، 21 منهای 10 هم 11 میشه 10 و 11 18 هم. خب 10 و 11 18 هم نم جواب پایانی ما. پس بچه ها یه بار یه با هم مرور میکنیم. اول مخرج مشترک گرفتیم 15 و 3 جام تا 4 و 10 جام، تا اینجا مشکل نیست. مشکل ماجرا از کجا شروع شد؟ از اونجایی که میخوایم از 3 10 تا کم بکنیم. از 3 نمیتونیم 10 تا کم کنیم. چی کار میکنیم؟ یکی از واحدامو باز میکنم، یه واحدامو، کل 15 تا رو باز نمیکنم. این 15 هم میشه 14، یه واحد یه باز میشه به اندازه مخرج به صورت اضافه میشه، چون یه واحد هم میشه به اندازه مخرج. دقیقا یه واحد هم میشه به اندازه مخرج. خب یه واحد هم میشه چقدر؟ 18 تا به 3 تا اضافه میشه میشه چقدر؟ 21. 21 18 هم منهای 10 18 هم 14 منهای 4 که تکلیفش مشخصه 10، 21 منهای 10 هم تکلیفش مشخصه میشه 11. خب تا اینجا سوالی هست؟ نه. پس میریم اسلاید بعدی. 27 و 3 8 هم منهای 5 و 7 هم. خب بچه های عزیز، برای حل این سوال باید چی کار بکنیم؟ باز مخرج مشترک، باز هم کوچکترین مخرج مشترک. 10 1 10 تا به 8 میخوره؟ نه، 10 2 تا، 10 3 تا، 10 4 تا. 10 4 تا به 8 میخوره. خب بررسی میکنیم، میایم 10 4 تا که میشه 40 تا، 5 8 تا هم میشه 40 تا. پس مخرج مشترک من میشه 40. 27 و 15 40 منهای 5 و 28 40. خب 27 منهای 5 میشه 22. از 15 میتونم 28 رو کم کنم؟ نه. پس نمیتونم الان 27 هم 5 رو کم بکنم. اول باید بیام یه واحد رو باز کنم. خب یکی از واحد رو باز کنم 26 بشه. این یه واحد هم میشه چند قسمت؟ 40 قسمت. این 40 تا 15 تا اضافه میشه، میشه این 55 تا. پس میشه 26 و 55 چهلم منهای 5 و 28 چهلم. 26 منهای 5 تکلیفش مشخصه 21، 55 منهای 28 هم میشه 27، میشه 21 و 27 چهلم. دیدید خیلی ساده، خیلی ساده روی مپس هم مسلط شدید. بچه عزیز پس یک بار دیگه با هم یه مرور کوچیک بکنیم. در تفریق عدد مخلوط کلن به سه دسته تقسیم میشن. یک، اون دسته ای که میتونیم به راحتی تفریق رو انجام بدیم، یعنی عدد مخلوط منهای عدد صحیح. دو، دسته ای که دو تا عدد مخلوط میخواد از هم کم بشه، که کس اولش بزرگتر از کس دومه، که اون هم باز به راحتی قابل تفریق کردنه. دسته سوم، یه عدد صحیح میاد منهای عدد مخلوط. عدد صحیح منهای عدد مخلوط که میاد چه اتفاقی میفته؟
ما میایم یکی از قسمت‌های سعی رو باز می‌کنیم و عدد مخلوط رو از هم دو تا عدد مخلوط رو از هم کم می‌کنیم. این مثلا وقتی میگیم 4 منهای 1 و 2 پنجم، یکی از 4 رو باز می‌کنیم میشه 3 و 5 پنجم منهای 1 و 2 پنجم. و اما دسته آخر که تو مثال آخری دیدیم، یه بار برگردیم مثال آخری نگاه کنید، این دسته آخره 27 و 3 هشتم منهای 57 دهم. اینجا بعد از مخرج مشترک گرفتن یکی از واحدها رو باز میکنیم و به اندازه مخرج به صورت اضافه میکنیم، چون یه واحد ما به تعداد مخرج باز میشه. میبینید به اندازه مخرج به صورت اضافه شده. خب اما آخرین تذکر این مبحث، ما تا الان یاد گرفتیم که هر جمع و تفریقی رو انجام بدیم و به دست بیاریم. خیلی وقتا هستش که میتونیم یه عدد رو به صورت جمع و تفریق بنویسیم، ولی وقتی میخوایم جمع و تفریق بنویسیم دیگه لزومی نداره که فقط یه جواب داشته باشیم، میتونیم چندین و چند جواب داشته باشیم. به عنوان مثال ببینیم، ببینید این تذکر میگه که ما میگه جمع و تفریق رو میتونیم به چند مدل مختلف بنویسیم. مثلا من برای 10 هشتم میتونم چندین جمع و تفریق بنویسم. به عنوان یه مثال بریم ببینیم. مثلا من میخوام برای 7 دوازدهم یه جمع بنویسم. خب 7 دوازدهم چه جمعی میتونم بنویسم؟ 4 دوازدهم، 3 دوازدهم. آیا جمع دیگه میتونستم بنویسیم؟ بله، 2 دوازدهم، 5 دوازدهم، 1 دوازدهم، 6 دوازدهم. تازه میتونستیم به جای 1 دوازدهم و 6 دوازدهم بنویسیم 1 دوازدهم و 1/2. بچه ها همین 4 دوازدهم میتونیم بنویسیم 1/3 و 1/4. پس همه اینا درسته برای تفریقش. من میخوام برای 9/16 تفریق بنویسم. تفریق چی میتونم بنویسم؟ هر چی بنویسم درسته. من مینویسم 11/16 منهای 2/16. خب 11/16 منهای 2/16 درسته؟ بله. 10/16 منهای 1/16، بله. 9/16 منهای 0/16 درسته. 20/16 منهای 11/16. 19/16 منهای 10/16. هر چی که بنویسید درسته، فقط باید دقت کنید جواب تفریقت بشه 9/16. هر چی که شما بنویسید درسته، فقط باید دقت کنید که جواب اون تفریق و اون جمع متناسب با اون چیزی باشه که سوال از شما خواسته. پس با یه مقدار دقت میتونید جواب‌های بسیار متنوعی رو به دست بیارید.